به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام وقتتان بخیر. توجه کنید به چند رویداد کوتاه خبری که تازه به دسترس ما قرار گرفت. منابع در ولسوالی خوست بغلان میگویند که طالبان یک جوان را به اتهام همکاری با جبهه مقاومت ملی افغانستان در این ولایت بازداشت کردند. منابع روز پنجشنبه کسانبله گفتند که این جوان نجم الدین نام دارد و باشنده روستای چهارباغ ولسوالی خوست است. طبق اظهارات منابع، طالبان او را یک روز پیش از محل کارش بازداشت کردند. منابع افزودند که نجم الدین در نزدیکی خانه اش از چند سال به این سو ماشین میل آرد دارد، مصروف همین شغل است و ارتباطی با هیچ گروهی ندارد. طالبان باشندگان خوست را به بهانه های مختلف بازداشت و در بدل رهایی آنان پول و اسلحه درخواست می کنند. در این حال منابع همچنان تصریح کردند که در تاریخ ده اسد سال روان نیز طالبان حاجی ایدی محمد، بزرگ محلی و فرمانده پیشین جهادی، معلم اسدالله نوروزی، بزرگ محلی و معلم نوراغا را بازداشت و از آنان در بدل رهاییشان پول و اسلحه مطالبه کرده بودند. بازداشت و آزار اذیت شهروندان کشور به بهانه های مختلف مورد تازه نیست. حملات لفظی فرمانده ناراض طالبان بالای ذبیح الله مجاهد. عبدالحمید خراسانی میگوید با این که از سوی مخالفان طالبان به او پیشنهادهای مالی دادن، از این گروه جدا نشده است. اندپندنت فارسی می نگارد. عبدالحمید خراسانی فرمانده پنچری و ناراضی طالبان ذبیح الله مجاهد را متهم کرد که برای خوشخدمتی به کفار و همسایگان مغرض به مردم پنچر و قوم تاجک افغانستان توهین کرده است. روز یکشنبه ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در گفتگو با خبرگزاری تسنیم عبدالحمید خراسانی را شخص خانه‌بدوش که هیچ سمت و مقامی در افغانستان ندارد معرفی کرد و گفت دیدگاه های او بیانگر سیاست های رژیم طالبان نیست. در روزهای اخیر و پس از بازتاب گسترده ویدیوی نوجوان افغان که مامور امنیتی رژیم جمهوری اسلامی او را آزار و اذیت می کند، خراسانی در سخنرانی از مواجهان افغان در ایران خواست که با چاقو و هر ابزار ممکن به نیروهای امنیتی ایران حمله کنند. عبدالحمید خراسانی که خود را فرمانده واحد بدری در رژیم طالبان معرفی می کند، پیش از این معاون فرمانده پلیس طالبان در پنچیر و فرماندار شهرستان احمدآباد در پکتیا هم بوده است. خبرگزاری تسنیم ویدیوهای عبدالحمید خراسانی را تلاش برای ایجاد درگیری و تفرقه بین مردم ایران و افغانستان خواند و در این مورد با سخنگوی طالبان مصاحبه کرد. اندپندنت فارسی در تماس با عبدالحمید خراسانی دیدگاه او را در مورد سخنان ذبیح الله مجاهد جویا شد. خراسانی در پیام صوتی گفت که ذبیح الله مجاهد برای خوشخدمتی و کفار و همسایه های مغرض افغانستان که در امور این کشور مداخله می کنند، به برادران مجاهد خود و به ویژه قوم تاجک و مردم پنچیر توهین کرده است. خراسانی مدعی شد که به نمایندگی از مردم پنچیر در صف طالبان حضور دارد و از اعضای این گروه خواست که از توهین و تحقیر او که ریشه در مسائل نژادی و قومی دارد خودداری کنند. خراسانی که حدود یک ماه پیش پس از فروپاشی دولت جمهوری با افراد تحت امرش به طالبان پیوست، افزود فردی که تا پیش از 15 آگوست و خروج نیروهای خارجی حتی یک گلوله هم علیه دولت اشرف غنی شلیک کرده باشد مجاهد است. او این ادعا را در پاسخ به آن ادعای از اعضای طالبان مطرح کرده که با اشاره به فعالیت‌های او در گذشته او را متهم به سرقت، اخاذی و درآمدزایی از طریق باجگیری می‌کنند. خراسانی در حاکمیت اشرف غنی یک بار به اتهام توهین به پرچم ملی افغانستان به زندان افتاد و پس از مدت اظهار ندامت کرد و آزاد شد. پس از فروپاشی دولت جمهوری و سلطه طالبان بر کابل، عبدالحمید خراسانی در صف طالبان علیه جبهه مقاومت ملی در پنچیر جنگید. هرچند حضور او در صف درگیری تأثیری نداشت، به دلیل آشنایی با مردم و جغرافیای پنچیر طالبان را یاری کرد تا در مواجهه با دفاع جبهه مقاومت ملی روش‌های مؤثری را اتخاذ کنند. پس از سقوط پنچیر در 6 سپتامبر 2021 به دست طالبان، خراسانی به مقام عامر امنیت فرماندهی پلیس که مسند مشابه معاونت فرماندهی پلیس است گمارده شد. پس از آن که خراسانی به فروش اسلحه و تماس با نیروهای جبهه مقاومت ملی متهم شد،
از این مسند برکنار و به فرمانداری شهرستان احمد آباد در شرق افغانستان گمارده شد. خراسانی در این مسند نیز دوام نیاورد و از آن زمان تا کنون مسند مشخصی ندارد، اما خود را فرمانده واحد بدری معرفی می کند. خراسانی حدود 20 نفر از افراد مسلح را با خود دارد که به ابزارهای زرهی و سلاحهای سنگین مجهزند. اعضای واحد بدری در 3 سال گذشته ده ها نفر از ساکنان پنچه را به اتهام عضویت و همکاری با جبهه مقاومت ملی بازداشت کرده و به اداره استخبارات طالبان سپرده است. با این حال خراسانی مدعی است که برخی از برادران مجاهد تعصب قومی دارند. خراسانی اعضای طالبان را که به او با دید قومی و نژادی می نگرند و او را تحقیر می کنند خارج از دایره اسلام دانست و گفت که با وجود پیشنهادهای دلاری از سوی مخالفان طالبان از این گروه جدا نشده است. و در پایان، امارات متحده عربی یک شهروند ایتالیایی تحت تعقیب را که به دلیل جرایم مالی محکوم شده بود بنا به درخواست مقامات رسمی این کشور تحویل داد. به گزارش البیان، عبدالله بن سلطان بن عواد النعیمی وزیر دادگستری امارات و کارلو نوردیو همتای ایتالیاییش تای تماس تلفنی تاکید کرد تصمیم تحویل دانیو کالوپا شهروند ایتالیایی مطابق با معاهده دو جانبه استرداد بین امارات و ایتالیا اتخاذ شده است. تشکر از توجهتان. تا بعد، بدرود.